کمپانی اپل با پرواد زبان انگلیسی سب یکی از کمپانی های کلانترین و قیمترین در دنیا حسابیده می شود و اساساً محصولات مبروردگی این کمپانی کامپیوتر، پلانشت، سمارتفون، آودیو پلیر و پروگرام و اپریسیون سیستم می باشد و خصوصاً اپل یکی از پیانیر ها در ساحه کامپیوتر سازی حسابیده می شود. Штаб-квартира Йонкигуе Магзи компания Apple дар Купертина, штати Калифорния Джойгер Шудас. Apple дар индустрия технология хар руз истифода бари, хело пешрафта буда, якумин компания Америкой Шудаги аст ки капитализацияш аз 1 триллион доллар гузаштаги аст. Ин ходиса 10 сентябрь соли 2018 руи дод. Ва Apple дар тарих аз сама компания қиматтарин шуд. Пештар ин рекордро компания Петрачино гузаштаги буд. باز هم اپل سال 2018 در رویخط کمپانی های کار تأمین کننده بهترین جای سیوم رو گرفت. اما کمپانی اپل همه وقت این گونه نبود همی خیل نه؟ حالا باشد من با شما معلومات کتای میدیم که چی گونه کمپانی اپل در گرش تشکیل یافته این حال 1 تریلیون نرخ دارد. کمپانیا سالهای 1970 در کالیفرنیا با سه شخصان انتوزیاست در گراج پدر و مادرخواند استیف جوبز اساس یافتگی است. یعنی استیف جوبز را پدر و مادر اساسیش تربیت دادگی نیست. و اگر شما درباره حیات استیف جوبز ویدیو خواهید حتما در کامنت انتظاریم. خلاص، استیف جوبز، رونالد وین و استیف وزنیاک سالهای 1975 یکچند کامپیوتر ساختند که با پروسسوری موس تکنولوژی 6502 کار میکرد و وقتی بسیار نگذشته صاحبکارانی جوان پول یافته کمپانی را افیسیالی نامگذاری کردند. اپل کامپیوتر اینک روز 1 اپریل سال 1976 نامگذاری شد. وقتی کمپانی اپل را ساختن استیف جوبز 21 ساله بود، استیف وزنیاک 25 سال داشت و رونالد وین باشد 41 ساله بود. نام کمپانی را برای چی سیب گذاشتند؟ بعضی سرچشمه ها میگویند که استیف جوبز میخواست که کمپانی خود را به صحیفه و ژورنال در یکم رقم بیند و از همین سبب با حرف ا نام گذاری کرد و بعضی دیگر باشند میگویند که استیف جوبز سیب را دوست میداشت. انا این رسمی که ما میبینیم دیزاین لگاتیپ اول اپل. این لگاتیپ رو رونالد وین رسم کشی کردگی است و همچنین وین یکی از نیوداچنیکوی شناخته جهان شدگی است برای اونه که از سرس خانه و داری خود 10% کمپانی اپل رو با 11 روز پیدایشش به نرخ 2300 دلار فروخت. نگفته نمونیم که سال 2012 10% کمپانی اپل 70 میلیارد نرخ داشت. این حال باشد شاید از 100 میلیارد هم گذشتگی باشد. لگاتیپ باشد یک سال نگذشته باز عوض شد. برای اونه که استیف جوبز میخواست لگاتیپ آسان فهم و مینیمالیستیچ باشد. برای همی روب یانوف انا این لگاتیپ رو رسمش رو تصویر کرد. این لگاتیپ در یک هفته تصویر کرده شدگی است و جای گزیدگیش رو برای اون کردگی هستند که سب بودنش معلوم شود وگرنه به پمیدور مانندی داشت. این لگاتیپ هم تا سال 1998 استفاده برده شد و پس از آن منخرومنی یا اینکه گوییم سیب خاکستری جایش را گرفت. سال 1976 کامپیوتر اپل یک بر آمد که اونقدر مشهور نشد، اما اپل دو را اونچنان بسیار خریدند که شمارش به 5 میلیون رسید. سال 1980 اپل اکسی خود را در برژه لندن بفروش میموند و باز مارک سی را به جهان پیشنیاد میکنند که این کامپیوتر پروالن حسابیده میشود و سمی یعنی جورنالیستان باشند پیشگوی خود را سر میکنند که کمپانی بانکروت شده محکم میشود. استیف جوبز باشد 40 کارگر را از کار خالی میکند. سال 1984 اپل کامپیوتری 32 رزرده را با مردم نشان میتید که نامش مکینتوش بود. مکینتوش این یک سورتی سیبی می باشد که رزرابوچک کهنه همین کامپیوتر براوردگی دوست می داشت. اما رزرابوچکش را ایواز می کنند با استیف جوبز. سال 1985 بعضی سپورها و ناراضگی ها را اکسیانرهای اپل نسبت استیف جوبز نشان داده او را از کمپانی خودش از کار خالی می کنند و با جایش جان سکالی را می گذارند که خود استیف جوبز دو سال پیشتر او را به کار دعوت کردگی بود. و این 10 ساله برای اپل و برای استیف جوبز اونقدر خوش نمی گذارد. جوبز باشد کمپانی نکست رو می کشد و اپل باشد دوره های وزین خود را اثر می گذاروند. سال 1996
اپل اسکالی رو از کار خالی میکنند و با جایش استیو جابز رو دعوت میکنند. برای اونه که اکسیانر ها اپل میگویند تنها یک شخص کمپانی رو با پا خیزنده میتواند. این هم باشد استیو جابز. سالهای 1996-98 استیو جابز میآید و 3000 کارگر رو از کار خالی کرده بسیار پروژه ها رو محکم میکند. اپل دقت اساسی خود را به ساختن کامپیوتر جلب کرده باز یک کامپیوتر نو را با نام iMac G3 به مردم نشان می دهد که این کامپیوتر از همه تیز به فروش می رفتگی در تاریخ کمپانی اپل به حساب می رود و با همراهی این استیو جابز فکر آن را می کند که پرودکت های کمپانی اپل باید تنها در مگزین اپل فروخته شوند. برای این باشد باید یک چند مگزین کشود. استیو جابز شخصی بود که می خواست در پرودکت خود از همه تکنولوژی درجه عالی و نو رو بیند. باز میخواست که این پروداکت تنها در مغازه خود فروخته شود. برای اینکه پروداکت کمپانی اپل این особенный продукт میگفت. سال 2000 کمپانیایی که در ساحه اینترنت تعلق داشتند یا اینکه آنها را کمپانی‌های دات کام میگفتند کریزیس کلان را اثر گذراندند. اپل این گونه کمپانی نبود اما به این دات کام تعلق زیادی داشت. از همین سبب استیو جابز مجبور بود که ساحه نوی تکنولوژی را کوبد. استیو جابز فکر داشت که آینده کامپیوترها باید به دست هر یک ما باشند و نوابسته از آن که ما در کجا هستیم و با چی کار مشغولیم. با همین سبب گجت ها به مانند آیپد، آیفون و آیپاد را ما عین حال مشاهده داریم. فکر خود را استیو جابز از آن سر نمود که اول تأمینات پروگراموی ساخت، یعنی میدیا پلیری اونیورسالنی iTunes. آن وقتا موسیقی را مردم گوش میکردند با رادیو و مگنیتافون. از سببی که مردم نیاز داشت استیو جابز آیپود را سال 2001 به دنیا نشان داد و با همراهی این دو مغازه با نام اپل استور کشد. سیمی میگفتند که این مغازه ها آینده بانکرات میشوند. اما چه خیلی که ما میبینیم این گونه نشد. سال 2003 اپل مغازه آیتون ستور رو میکشوید و پیشگویی میکند که باید در 6 ماه 1 میلیون موسیقی رو فروشند. اما در نتیجه 1 میلیون موسیقی رو مردم در 6 روز میخرند. فرقیت این مغازه از دیگر مغازه ها در اون بود که مردم میتوانستند یک دانگی موسیقی رو هم خرند و خریدار اساسی شخصانی بودند که پرودکت اپل رو استفاده میبردند. 9 ینور سال 2007 اینوواسیا پروداکتی که آینده حیات صدها میلیون مردم را عوض میکند. استیو جابز پریزنتاسی یکم آیفون را میگذراند که خیلی هم مشهور میشود، اگرچه گویم آیفون یکمی سمارتفون سنسری نبود. استیو جابز میدونست که آینده فوتو اپارات و اودیو پلیر از بین میروند و جای این هر دو را تلفن میگیرد. برای همه در ساختن آیفون آینده هر دوی این چیز را به نظر گرفتند. سال 2008 آیفون در ریتینگ که از همه گجت فایده‌آور جای دویم رو میگیرد. استیو جابز از همه نوتبوک تنوک یا میگویم باریک رو پیشکش مردم میگرداند با نام مکبوک. سال 2009 آیفون 4 میبراید که تمام سمارتفون کنوپکگی رو به گور محکم خواهد کرد و یک سال پس باشد تلفن نمبر یک حسابیده میشود با ورسی mobilerev.com. سال 2010 استیو جابز با مردم پلانشتی یکمین رو پیشکش میکند، آیپود 1. این ایده را ستودنت های شتاتی ایلینویسک سال 1988 به اپل تقدیم کرده بودند در کنکورسی که خود اپل میگذاراند. عشق و مهنتی که استیو جابز با کار خود داشت سببگار اساسی شدند که کمپانی اپل به این گونه درجه رسید. سال 2011 ماه آوگوست سلامتی استیو جابز خیلی بد می شود و ماه نویبرش باشد اساسگذار اپل دنیا را ترک می کند. سال 2012 اپل آیفون 5 را پیشکش مردم می کند و آیفون 5 خیلی هم فرقیت داشت از آیفون 4S. او دیزاینش نو بود، او فونکسیوی خیلی هم نو داشت. سال 2012 بعدی برآمدی آیفون 5 این یک زینه نو می شود برای کمپانی اپل و باز هم در این سال نرخی کمپانی اپل به 700 میلیارد دلار می رسد و باز بعدی برآمدی آیفون 5 میم های زیادی در اینترنت پیدا می شوند و من فکر می کنم آینده دیگر را همه شما می دونید. دیزاین آیفون سالهای آخر نوآوری ندارد. زرد آیفون تا وقتی نهاری نمی رود. با مکبوک بازی کردن نمی شود و نرخ پرودکت اپل خیلی قیمت است. با این همه کمبودی ها مردم نگاه نکرده پرودکت اپل را استفاده می برند و استفاده خواهند برد. برای اینکه اپل تاریخ، مارکتینگ، دیزاین و اپراسیون سیستم بهترین دارد.
دوستان من فکر میکنم این ویپوسک به شما کمی معقول شد و اگر این چونین باشد حتما پادپیسکر را فراموش نکنید. شما در کانال ابزار تیجی بودید.